به مناسبت ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم جشنی در حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و با همت دفتر مرجعیت شیعه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر کابل برگزار شد به گزارش شیه ویوز به نقل از کانال تلگرامی دفتر مرجعیت شیعه در کابل این مراسم که ویژه بانوان بود با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد سپس خانم شیرزاد از اساتید دارالقرآن امام رضا علیه السلام از مراکز تحت اشراف حوزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مولودی خانی پرداخت در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سلطانی از اعضای دفتر مرجعیت شیعه درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنانی ایراد کرد وی آن حضرت را الگویی در انفاق، اطاعت از پدر و مادر، اخلاق در منزل، ازدواج ساده و هجاب دانست و هر کدام از این سرفصلها ها را نیز تبیین کرد. در ادامه این مراسم نیز از تعدادی از دانش آموزان این مدرسه دینی که مقطعی از زبان انگلیسی را در این مدرسه به پایان رسانده بودند تقدیر شد. از برنامه های دیگر این جشن می توان به ارائه مقاله، خواندن سرود، مشاعره، اجرای تواشیح و خواندن شعر توسط نونهالان کودکستان اشاره کرد. در پایان این مراسم نیز حجت الاسلام سید علی آقا حسینی مدیر مسئول حوزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از اعضای دفتر مرجعیت اولیای طلاب و مسئول اداری حوزه بابت زحمات و برگزاری این مراسم تشکر و قدردانی کرد.